دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای دکتر علیزاده سلام. گزارش رو در رابطه با افت شدید شاخص جهانی انتخابات آزاد و منصفانه دیدیم و شنیدیم. تحلیل شما را هم در این زمینه بشنویم. البته تعبیر انتخابات آزاد و منصفانه، در واقع در انگلیسی بهش میگن free and fair election، یعنی دو عنصر مهم میبایستی همزمان وجود داشته باشه. یکی آزاد بودن انتخابات است، دومی منصفانه بودن. این به این معنی است که گاهی در انتخاباتی عنصر آزادی نیست، گاهی در بعضی انتخابات در بعضی کشورها عنصر منصفانه بودن نیست و گاه هر دو مفقود هستند، ولی اسمش رو میگذارن انتخابات. ما داشتیم مثلا در دوران مبارک در مصر چنین بود که او تنها نامزد انتخابات بود و مردم پای صندوق رأی میرفتن یک بله و نه، آری و خیر رأی میدادن. بعد میگفتن اگر آراء خیر و منفی بالاتر باشد و ایشان رأی نیاورد، بعد میریم سراغ انتخاب نفر بعدی رو پیدا میکنه. خب ببینید، متوجه میشید که چنین مکانیزمی اسمش رو گذاشتن انتخابات، اما آیا این یک انتخابات آزاد هست یا انتخابات منصفانه هستش؟ خب نه. ببینید، مثلا یکی از مشکلاتی که در انتخابات کشورهای جهان سوم رخ میدهد این است که عنصری به نام رد صلاحیت، یعنی دیسکوالیفیکیشن کردن، زیاد دیده میشه. بعد در انتخابات ایران هم ما خیلی به شدت شاهد این مسئله هستیم. مثلا جالب هستش که همین آقای پزشکیان دیروز پریروز در یک کنفرانس مطبوعاتی خودش گفت، موجب خنده هم شد، گفت خود من رو رد صلاحیت کرده بودن. به چه صفت؟ به صفت اینکه به اصطلاح اتباع و پیروی از احکام اسلام نمی کنن. خب همون کس برای مجلس رد صلاحیت شده بود، الان رئیس جمهور شده. میخوام بگم که این مسئله رد صلاحیت ها، حالا در ایران رو مثال زدم چون مثال دم دستی بودش، اما در خیلی کشورهای دیگه که در واقع از عنصر انتخابات صرفا برای اینکه برای خودشون مشروعیت درست بسازن، نه اینکه مشروعیت داشته باشن. منظورم چیه؟ منظورم این هستش که ما مثلا در عراق صدام حسین شاهد بودیم که در آخرین انتخاباتی که او انجام داد اعلام کردش که من بالغ از 90%، 95% چقدر من رأی آوردم. خب بس او هم به سراغ انتخابات میده. یعنی ما میبینیم که در نظامهای دیکتاتوری هم متوسل به ابزار انتخابات میشوند. به چه منظور؟ به منظور اینکه آیا چرخش نخبگانی در جریان باشه، آیا چرخش مدیریتی در جریان باشه. چون انتخابات اصلش این هستش که هر کسانی که اصلا هستن برگزیده بشن توسط موکلین خودشون مردم. آیا به این منظور صدام حسین چنین انتخاباتی رو برگزار می‌کنه؟ قطعا نه. ولی اینکه عنوان اینکه انتخاباتی بعد در کشور من انجام شده برای هر دیکتاتوری هم لذت بخش است. حالا این صحبتمو جمع کنم. این گزارشی که بهش اشاره کردید گزارش مهمی تلقی میشه، از بابت اینکه وقتی در اسکیل جهانی نگاه کنیم روند اینکه انتخابات فری اند فیر، انتخابات آزاد و منصفانه داشته باشیم بر اساس همون 4 فاکتوری که در گزارش هم آمده بود کاهش پیدا کرده. این معنیش این هستش که چرخش نخبگانی کاهش پیدا کرده و این در نهان خودش یک نوع خطری رو ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که ما در یک نظام سیاسی اجازه ندهیم که چرخش نخبگانی اتفاق بیفتد، پس اون که نظام سیاسی داره به طرف دیکتاتوری میرود به همین بله. سادگی. این گزارش از این جهت حائز اهمیت هستش که در سال 2023 ارزیابی کردن که
روند انتخاب آزاد و منصفانه بله کاهش بده کرده. ممنونم البته پیرامون موضوعات بسیاری هستش که بعدا بهش میپردازیم. ممنونم با تشکر از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.